Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaykum va rahmatulloh. Xush omadin va kaslik charoy kutoy mo der irtibot va fluid terapiya tadovi bo moyo da amroz mukhtalif. Xo'p, goy vaqto zarurat meshe ki odam bari mariz miqdor ziyod moyot bita. Imrozi ra mikhalim ki kudom moye masun ast, hatto agar chandin litr bir mariz bitim. کدام مایه مسون تر است؟ از بین این مایاتی که معمولا ما استفاده میکنیم سیروم رینگر لکتیت، سلین، دکستروز و دلیلش هم میخوانیم که چرا مسون هستن. ببینیم یک بار ترکیب امی مایاتی که در خون ما شماست و مایاتی که در مسافه بین حجرات یا انترستیشیوم است یک باری را مرور میکنیم که ترکیبشان چی است. ببینیم چیز حدود 135 تا 145 میلی کوالنت ما شما مقدار سودیم ماست داخل دوران خون در هر لیتر، چیز حدود 3.5 یا 3.5 تا 4.5 مقدار پتاسیم ماست داخل دوران خون، 22 تا 28 مقدار بایکاربونیت ماست داخل دوران خون. این ترکیبات عمده چی ماست؟ مایات بین حجروی و داخل رگای ماست. به میشکل چیز حدود 3 میلی اکوالنت کلسیم ماست. آله وقتی ایتو یک شخص ضرورت داشته باشه که ما برش مایات بتیم ده، یعنی از طریق سیروم مثلا در جریان پروسیجر چیز ضرورت و این میشه که ما برش مقدار زیاد مایات بتیم، خب میگیریم چند حالت در نظر میگیریم. یک، اگر ضرورت شوه و ما برای زیادم سیروم نارمال سلین بتیم چی اتفاق میفته؟ نارمال سلین ترکیب سودیمش تقریبا 154 میلی اکوالنت پر لیتر است. به این مانا که اگر ما نارمال سلین به این مریض بدیم، خب سودیم دوران 135، ولی سودیمی که در نارمال سلین است 154. اگر دوامدار 154 یک لیتر، دو لیتر، سه لیتر دوامدار به این مریض داده بریم، بالاخره چی میسازه؟ همین مقدار سودیم که در داخل دوران خون است را زیاد می سازه. مثلا 154 است 135، وقتی که اینا کتیت دیگه حل شوند حداقل چیزی بین 145 و 150 اینا را می سازن. یعنی مقدار سودیم دوران در کل یک مقدار چی میکنه؟ بلند میبره. خب این یک حالت در صورتی که ما بر مریض نارمال سلین بدیم، یعنی بالاخره تونیسیتی را چی میسازه؟ بلند میبره. یعنی سلین نسبت به مایات دوران ما کمی تونیسیتیش بلند است، هایپر تونیک است یا تونیسیتیش کمی بلند است. خب حالا اگر سلین بدیم، یعنی به هر اندازه ما سلین بیشتر بدیم، مقدار سودیم دوران بلند رفته میره از 135، چون سلین 154 میلی کوالنت در لیتر سودیم داره و دوران ما 135. خیلی در نهایت اختلاط سلین میتونه چی باشه؟ هایپرناترمیا. و جنجال هایپرناترمیا رو شما میفهمین، ای اگر نسج دماغ باشه، این قسمت نسج دماغ، خب در داخل حجرات و انترستیشیوم یزی امو 135 میلی کوالنت سودیم است، شما اینجا 154 بسازید، در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه سبب میشه که آب از جایی که غلظت سودیم کم است بکشانه به طرف خود به جایی که غلظت سودیم چی است؟ زیاد است، و این سبب میشه که نسج دماغ شرینک بکنه که میتونه بر مریض چی باشه؟ مالک باشه. یعنی اگر ضرورت به مقادیر زیاد مایع شوه، ما حق نداریم بر مریض چی را بدیم؟ سلین بدیم. یعنی مسون نیست چندین لیتر سلین، این حجم بلنده، احجام بلنده است. نارمال سلین بر مریض چی نیست؟ مسون نیست. دانت دیگه مقایسه میکنیم، خب میگیم خیسلین نمیتیم، دکستروز میتیم. دکستروز چی جنجاله داره؟ دکستروز، سیروم دکستروز، خب دکستروز یعنی گلوکوز داره دیگه. گلوکوز که داشته باشه خیلی سودیم
ندارد، سودی هم ندارد. یا یعنی چی؟ یعنی تونسیتی سیندروم دکستروز بسیار زیاد کم از پایان است. یعنی دکستروز یک محلول هایپوتونیک است. حالا اگر ما دکستروز 1 لیتر، 2 لیتر، 3 لیتر زیاد برای مریض بدیم چی اتفاق میفته؟ این تونسیتیش فرض مثال فکر بکنین 10، 15، 70، هرچی، حتی اگر 72 بگیریم، این 72 میلی کوارن 10 لیتر سدیم داشته باشه، حالا که دکستروز خب طبیعتا از سدیم نمی داشته باشه. خب آله 135 در داخل دوران ما باشه، خب طبیعی است وقتی که حجم بلند دکستروز برای مریض داده بریم این خصودی هم نداره، خون رقیق تر مزازه. یعنی چی؟ یعنی 1 لیتر شما یک معلولی که 135 داره دکستروز داره و 1 لیتر یک معلولی که هیچ دکستروز نداره یا 72 دکستروز داره، یاره اگر شما کتی یک دیگه خود گرد بکنین، خب معلوم دار است غلظت که باد ازی به وجود میه چیز کمتر از 135 و بالاتر از 72، فرض کنیم 100. یعنی اگر ما مقدار زیاد از سیروم دکستروز برای مریض بدیم که تونسیتیش پایان است، این در نتیجه در نهایت سبب میشه که شخص مصاب به هایپو نتریمیا شود، سودیم داخل دوران کم شود. حال قضیه در هایپو نتریمیا چی است؟ خب 135 میلی کوارنت سودیم در داخل حجرات دماغ داریم، اینجا شده فرض کنیم 100. حال به اساس قانون آزموسیس آب از جایی که غلظتش کم است میره به جایی که غلظت زیاد است و دماغ میپندانه و سبب پاتولوژی به نام برین ایدیما میشه. خیلی ما باید در صورتی که به غلظت های بلند مایات ضرورت داشته باشیم نباید دکستروز بدیم، به خاطر از اینکه دکستروز هایپوتونیک است و سبب میشه که شخص مصاب به هایپو نتریمیا شود و هایپو نتریمیا میتونه سبب برین ایدیما شود. یک حالت. و اگر در این حالات ما برای مریض نارمل سلین بتیم، تونسیتی نارمل سلین کمی بلندتر از داخل از یعنی هایپرتونیک است نسبت به خون و این سبب میشه که شخص مصاب به هایپر نتریمیا شوه و هایپر نتریمیا سبب چملک ساختن دماغ یا برین شرینکج شوه. خب حالا سوال پیدا میشه، خیلی کدام مایع مست فیزیولوژیک است؟ از دیگه مایات کده فیزیولوژیک تر است، یعنی اگر مقدارای بلندش هم ضرورت شود ما برای مریض داده میتونیم. خب ببینین حال خیلی ما میاییم ترکیبات چی را رینگر لکتیت با هم مرور میکنیم که رینگر لکتیت چی ترکیب داره. سعی کنین سیروم رینگر لکتیت سیروم رینگر لکتیت در هر لیتر خود 130 میلی کوالنت سدیم داره، 3.5 میلی کوالنت پتاسیم داره و 28 میلی اکوالنت 28 میلی کوالنت بایکارب داره، تقریبا برابر بایکارب، یعنی 22 تا 28 بایکارب نرمال خون ماست. 109 میلی کوالنت کلوراید داره، به می اندازه دوران این داخل رگای ما مقدار کلوراید به می اندازه است و کلسیم هم به می شکل چیز حدود 3 میلی کوالنت کلسیم داره. یعنی چی؟ یعنی عین ترکیبات را داره که ما در کجا داریم؟ ما در داخل دوران خون خود داریم، 135، 3.5، 22 تا 28، 109 و 3 کلسیم.
یعنی این ترکیبات چی را دارن؟ شبیه یک دیگر را دارن. چی؟ رینگالکتید با مایاتی که در کجاست؟ داخل بدن ماست. یعنی ما هر قدر مثلا 1 لیتر ضرورت شود، 2 لیتر ضرورت شود، 3 لیتر و 4 لیتر ضرورت شود، اگر مریض ما به چی بتیم؟ سیروم رینگر لکتید در صورت حجم بلند ضرورت شود و اگر ما بر مریض رینگر لکتید بتیم، الکترولایت امبالانس نمیته، هایپرناتریمی یا هایپوناتریمی یا نمیته. چی میشه؟ خب 135 میلی کوالنت اینجا است، 1 لیتر دیگه میتیم او هم 135 است، 1 لیتر دیگه میتیم او هم 135 است. در نتیجه فی واحد حجم غلظت هیچ چیز تغییر نمیتن، یعنی سبب هایپرناتریمیا، هایپوناتریمیا، هایپرکالیمیا، هایپوکالیمیا حالات نرمال نمیشن. متوجه هستین؟ ولی فقط یک چیزی که باید یاد ما باشه اویی است که بدن ما مقدار مشخص پوتاشیم ظرفیتش داره که از داخل دوران چیکار کنه، اطراح بکنه. در نتیجه وقتی که رینگر زیاد بر مریض بتیم، باید یاد ما باشه که رینگر یک چیزی که داره و سودیم اینا نداشت، پوتاشیم است و میتونه شخص مصاب به هایپرکالیمیا بسازه. در کی؟ در کلگی نه، در کسایی که رینال فیلیر دارن. نه، در کلگی رینگر هایپرکالیمیا نمیته، به خاطر که عین ترکیبی را داره که داخل رگای مزد اینترستیشی مزد. به خاطر گفته میشه که چی؟ موست فیزیولوژیک یا موست فیزیولوژیک سالوشن چی است؟ یایی که ما و شما استفاده میکنیم رینگر لکتیت است. یعنی شما مقادیر بلند ای سیروم میتونین برای مریض بتین بدون ازی که از الکترولایت امبالانس چی باشین بترسین، بدون ازی که از تغییرات شدید در الکترولایت های داخل دورانتان بترسین. پس ای بود درس ما. من توصیه میکنم که به خاطر درس های بعدی کانال یوتیوب ما را، فیسبوک ما را که به نام دکتر ادیب است تعقیب بکنین و از فیدبک های خوب مثبتتان ما را مستفید بسازین.